سلام. سلام. چه قیافیه؟ چه پکری؟ بالاخره کار خودشو کرد. کی؟ یاسم. تقاضای طلاق داده، اینم برگه احضاریه‌ش. وقت دادگاه معلوم شده. 28. میخوای چیکار کنی؟ چه کار میتونم بکنم؟ این کار نمیخوای بکنی؟ کاری دستم برمیاد. نسیم چی میگفت؟ نسیم؟ دیدم شما اینجا اومد بیرون. نمیدونستم نسیمو میشناسی. یه روز که خونه نبودی اومد خونتون. اونم میگه بهتره زودتر تکلیف روشن شه. به هر حال متاسفم، باید یه کاری بکنی. ولی تو چطور اومده اینجا؟ یه مورد جایی بود، گفتم بیام ببینم اگه بیکاری با هم بیای. بیکارم؟ چی هست موردش؟ جسد یه دختر زیر پل آبر. وقت داری لباسم عوض کنم که حتما اینجا دوربین هم نداره. نه نه، ساختمون های مشرف چی؟ چیزی نیدن؟ داروخونه دوربینش اینجا نمیگیره. یکم عجیبه نه؟ کیوان محبی یه نفر رو این بیرون داره که این قطعه رو براش انجام میده، یه جوری میخواد پرونده رو براش برگردونه. ممکنه. میگم هرکیم که هست به پرونده اشراف داره ها. بازم یه قتل دیگه، اونم دقیقا زیر پل. میتونم به پرونده قتل را دسترسی داشته باشم؟ یعنی بیایه داره؟ رای دیگه داری؟ خودت بهتر میدونی که نمیشه. میدونم، ولی زور کابه کیهانم میدونم. لازمه.
ببینم چی میشه. هی. ممنون، شما هم خسته نباشید. این پرونده سرقت از مجتمع طلاعه، لطف کنید بفرستیم بازپرسی. حتما هم قید کنید که سعید رضوی از اونجا منتقل شده زنده. باشه، چشم. به جام سرهنگ آتا. حتما. ممنون. خشم. بفرمایی. دست شما درم کنیم. شما اینجا چه کنم کنیم؟ سلام، با سرگرد اومدم، همه الان تشبورم بیرون. این چیه؟ این پرونده همین دختره که اخیرم نظر اونه که دست شما چکم کنم. اجازه گرفته بودم مطالعه کنم. سلام. سلام. مرسی. چرا چشات سرخه؟ یه چیزی رفته توش، مهم نیست، خوب میشه. این پرونده یه جنازه زیر پل. تو چیکار کردی؟ من فقط تونستم یه نگاهی به اون پرونده مورد آخری بندازم. در اینجاش متوجه شدم با توجه به جایگاه و موقعیت اجتماعی که دختره داره، مثلا خیلی بعید به نظر میاد بخواد بره بشینه تو ماشین یه مواد فروش اونجا مواد بزنه. یعنی میگی ماشین نبوده؟ چرا، ماشین بودنش که ماشین بوده، بالاخره با توجه به اون شرم خوشبو کننده مشخص ماشین بوده. فقط میدونی سرگرد، شما مواد فروش ها رو خیلی خوب نمیشناسی. با توجه به چیزایی که تو اون پرونده دیدم، اصلا دختر دلیلی نداره بخواد بره بشینه تو ماشین یه توزیع کننده اونجا مواد بزنه، اونجا مصرف کنه. یعنی توزیع کننده هم نبوده؟ همین دیگه، میگم کلن توزیع کننده آدم های غیر قابل اطمینانی هن. اصلا خودشون هم اجازه همچین کاری نمیدن، دختره بشینه تو ماشینشون، ماشینشون تابلو میشه. من رو میفهمم، یعنی تو میگی طرف باید قابل اعتماد باشه، یا اینکه دخترها بدون یک ضرب و زوری سوار ماشین بشن. دقیقا، فقط سوار ماشین هم نشن، بشینه اونجا مواد بزنن بالاتر. خب یعنی کار کی میتونه باشه؟ هر کسی که هست باید آدم قابل اطمینانی باشه. نگران اینم نباشه که ماشینش از بیرون تابلو بشه. به کدوم ماشین کمتر شک میشه؟ تاکسی. منظورم اینه که تاکسی مطمئنه دیگه. تاکسی؟ این بنده خدا اصلا توی یه شرکت پخش دارو کار میکرده. کی؟ همین ناصر نبوی. ران تاکسیه؟ حالی به خودت چند روز پیش گفته بودی به توکلی که پروندهشو بیاره. پروندهشو آورد، من نگاه کردم، چون پرونده بسته شده بود دیگه چیزی بهت نگفتم. چی نوشته؟ ببینیم، بنده خدا توی شرکت پخش دارو به عنوان راننده کار میکرده. الان هم مدتیه که بازنشست شده. فنتانیلا نمیتونه از همونجا کف رفته باشه. و اینکه توی سالهای اخیر همسر و دخترش رو دست داده. یه نکته دیگه هم هست، هیچ کسی اندازه ای راننده تاکسی حواسش به این نیست که دوربینای پلیس و راهنمای رانندگی کجا هم. دخترش مرده؟ دو سال پیش. روز بازجویی که میگم میخوام برم پیش دخترم. آدرسش پرونده هست؟ امیدوارم این طرح آزمایشی نتایج مثبتی داشته باشه. منم امیدوارم. اینم مطلب شما در اختیار. دست شما درد نکنه. کم و کسی بود بگید همکاران سریع براتون فراهم میکنه. متشکرم از لطفتون.
چی شو؟ بابا این گوشیش آنتن نمیده. میخوای جوری برم تو؟ چی جوری بری تو؟ تو بخوای راشو پیدا میکنم برم؟ با آقا ناصر کار دارین؟ بله، نیستش؟ دو هفته ای هستن اینجا رفتن. کجا رفتن؟ یه هایی اساس کشتن رفتن. کجا میشه پیداش کرد؟ راند تاکسیه دیگه، تی این شهر به این بزرگی باید میشه پیداش کرد. اونا باید همه خیانات بگردی. باید چیزی شده؟ نه، خیلی ممنون. بفرم نون. نوشه جان. حالا کجا دنبالش بگردیم؟ میخوای بریم تاکسی رانی؟ چرا اون روز اصرار داشت که بره پیش دخترش؟ شاید دروغ میگفت. نه خب یه جوری میگو باید برم پیش دخترم که انگار واقعا باید میرفت. یعنی میگی بچهش زنده است دروغ گفته؟ اون روز مشکی تنش بود؟ من یادم نیست. مطمئنم مشکی تنش بود. روز بازجویی چندشنبه بود؟ پنجشنبه. امروز چندشنبه است؟ پنجشنبه. پس میخوای بریم به سهر؟ آره بریم. چیزی میخواد؟ تکیه بده. من تو کارم یاد گرفتم که اجازه ندم احساسات جلوی چشم رو بگیری هیچ وقت. نسیم چهار حرفی خیانت کار وا با تو اما خائن آفر چهار حرفی پشیمون چرا وقتی باهات حرف میزنم جواب نمیدی؟ برای اینکه الکی میگی همچین چیزی تو اون جدول نیست چی الان؟ چرا اینجوری میکنی؟ هیچ عزیزم تصمیمیه که خودت گرفتی به نظرت نادرم همینو میخواد؟ نه بعید میدونم وقتی برگردید اصلا باورش نمیشه یعنی اشتباه کردم؟ چرا جواب نمیدی؟ نسیم با تو هم یاسمن واقعا نمیدونم اگه پشیمون شدی باشه برو احضاریه رو پس بگیر دوست ندارم چه جوری دوست داری؟ این دفعه میخوام تا تهش برم ببینم نادر چیکار میکنه باد بزن برقی چند حرفیه؟ چهار حرفه پنکه آره پنکه درست کلبه پنی حرفه یه می کاش لاقل خودت میموندی نمیشه واقعا چرا نمیشه تو که میگی اونجام شلوغه این پسرم که رو مخرته بمون آره ولی اگه نرم بد میشه چی بگم به هر حال بهت عادت کرده بودم از تنهایی درم آوردی تو هم باید کاری واسه خودت بکنی چه کاری؟
من اصلا نهیدم یه حرکتی بزنی تو این روزا. حرکت زدم، جواب نمیده. یه کاری که تا الان نکردی. مثلا چه کاری؟ نمیدونم، باید بهش نشون بده که تغییر کردی، اساسی تغییر کردی. هرخواب بعد نشون بدم تغییر کردم، ولی نمیدونم دیگه چی کار باید بکنم. من دیگه اشتباهی قبلمو نمی کنم، خدا رو شکر سر کارم هم هستم. فقط البته به نظرم انتظار بی جاییه. وقتی اشتباهی میکنی خیلی چیزا رو از دست میدی. وقتی انتظار رو داری همه اونا رو یه شبه برگردونی، خب شدنی نیست. ولی میدونی مشکل کجاست؟ حتی توی که رفیقمی منو باور نداری. نه اینطوری که نیست که میگی، ولی هر کاری که میخوای بکنی باید قبل از دادگاه اتفاق بیفته. کاملا باهات موافقم، فقط اگه میشد. میشه شر نشه. نه منظورم یه چیز دیگه هست. میگم اگه میشد لباس نیرو رو تنم کنم شرایطم خیلی فرق میکرد. میدونی که نشدنیه نادر. آره برای همهت میگن راهی نیست. راجع به مسئله تو فرق میکنه، حتما یه راهی هست. امیدوارم. خوش بگذره. ممنونم ازت بابت این چند روز. جناب سرگرد بفرمایید. ببینید جناب سرگرد، وقتی یه نفر با یه سوگی مثل از دست دادن عزیزش مواجه میشه، اولش یه سری واکنش‌هایی نشون میده. ممکنه انکار کنه و اونو نپذیره. بعدش دچار خشم میشه، یعنی نسبت به محیط اطرافش خشمگین میشه، که این میتونه نشون دهنده افسردگی باشه. ترکیب از افسردگی، انکار و انتقام. این آقای ناصر نبوی احتمالاً توی مرحله دوم گیر کرده، دنبال مقصر میگرده و میخواد انتقام بگیره. خب چرا رفته سراغ دخترهای شبیه به دختر خودش؟ چرا نرفته سراغ توضیح کننده های مواد؟ احتمالا میخواسته از دختر خودش انتقام بگیره، از دخترهای شبیه دختر خودش، و یه جور هشدار بده به اجتماع و اطراف. این پدر نمیخواسته دخترش رو به خاطر اعتیادی که داشته ببخشه. خیلی عجیبه. ببخشید من باید جواب بدم. خواهش میکنم. بله. الو آقا کاوه، یه سر بیا گورستان. چی شده؟ این دفعه دست پر بیا، ضرر نمیکنی. الو الو از صبح کش انتظارت بودم، گفتم الان میای کی میای، الان میای کی میای. خب خوب کاری کردی اومدی.
فکر میکردم به گوشت رسیده خبردار شدی. الان دیگه همه فهمیدن و خبر دارن. دیروز همزمان 3 رئیس باندو زدن. یکیشون رو تو پیچ جاده بستن به رجبار. یکی دیگرشونم تو اتاقش خفش کردن. جنازه یکیشونم تو استخر خونش پیدا کردن. خب کار پلیس نبوده دیگه. خب نمیخواد بدونی کار کی بوده؟ آه؟ کار کی بوده؟ خب همین دیگه، کسی خبر نداره که اصلا. خب چه ربطی به من داره؟ تو خودت اون شب جوری عزیزم، تو خودت اون شب مگه نگفتی از دست پنجری کسی مونده یا نمونده؟ اینو خودت به من گفتی، یادت نیست؟ تو گفتی کسی نمونده. خب آره، ولی من تازه فهمیدم، برای همینم بهت زنگ زدم گفتم بیای که با هم دیگه حرف بزنیم. من خودم فکر میکنم که یکی از این باندا همچین بگینگی یه جورایی ربط داشته با پنجری. اینو من فکر میکنم. کدومشون؟ خب نمیدونم، اما یکی از رئیساشون که سرتیمشون هم بوده خورده فروشی میکرده، بقیهشون هم تو کار ساخت بودن. کدومشون ربط به پنجری داشته؟ خب یکیشون تو کار باتری بوده، در واقع باتری، توی باتری قلمی مواد میریخته و ترانزیت میکرده. یکی دیگرشون هم خب کندو داشته، بعد اطراف کندو اصل هم یک آشپزخونه بزرگ زده بودن اونجا. کندو؟ خب آره دیگه، کندو اصل ظاهر کارشونه. یکیشون تو کار باتری میسازه، یکیشون پودر لباسشونی میسازه، اینجوری کله گنده هاشون هم اینجوری هم. میدونی این کندوی اصل کجاست؟ نه، ولی وقتی رئیسا رو کشتن لاپورت دادن به پلیسا ریختن اونجا، همه رو گرفتن. الان هم اوضاع همچین بگی نگی اینجور کمر در عقربه. باشه باشه باشه. آقا سرگرد، حساب یه حساب شدیم دیگه. ای بابا، you
میخوای چی کار کنی؟ فردا باید برم ببینم پروندهش دست کیه، اصلا کجا بردنش، بعد کلنم کی اونجا کار میکردن. از کجا میدونی فردا تو کارگاه اثرسازی کار میکنه؟ احتمال میدی. به نظرم یکم این طرف رو زیادی جدیش گرفتی. کی؟ همین یارو زندونیه، حسام ریاهی؟ آره همین حسام ریاهی. زیادی گندش کردی نه؟ نه اصلا، قبل از اینکه بدونی همچین کارگاهی هست یه نشونه هایی گذاشته بود که اگه بخوام فرباده پیدا کنم باید یه جا برم که زنبور عسل باشه. زنبور عسل؟ نمیدونم، من که نه از این نشونه ها سر در میارم نه چیزی میفهمم. کلا با این بازی نشونه ها خیلی حال میکنه دیگه. زال کنه گلو نگاه مجب با قدر داشتی. میبینم که آقایون تنها تنها نظرت نیست شما دو نفر رو بسید من تک باش حال بیه بایسه با نادر بازی کن. جدی؟ برمیگرم بازی نمیکنی؟ گلو که دیدی؟ گلو که زدی. حالا این لرزش دستمال چیه؟ اون گلو بگی باچین جان بیا بچش ببین نمکش چطوره. ببینم بابا جان یکم صبر کن بابا. بابا جان خوبه، فقط یکم بیشتر نمک داشته باشه بهتره. نه بابا بر فشارت بده. نمی فلفلسی یا حتما بزنم. بابا جان من حتما بزنم. بابا تو که هنوز نچشیدی ببینی نمک داره نداره چطوری. جانم این نادر کس و کار درست حسابی نداره. خب یاسمنم تازگی ها داد خواست طلاقش رو فرستاده. عجب، نادر میخواد برگرده سر خونه زندگیش، لازمه بزرگتر بره با یاسمن صحبت کنه. خب میخوای ما صحبت میکنیم؟ من نمیدونم، من گفتم با تو مشورت کنم ببینم چی کار میتونیم بکنیم. بسپارش به ما کارت نباشه بابا. آره سوابم در جا. خب بگی ببینم چی پس میکنی؟ چی بیا اینو مخفون ببین نمک رو بیا. بیا بابا جون. چی شده؟ اون فایلای عجب و غریبی که توی مسابقه رادیویی بود یادت میاد؟ همونی که پاک میکرد میذاش اینا؟ دقیقا من اون طرف پیدا کردم، کلن کارش همینه. کارش چیه کلن؟ همین دیگه، پادکست های ترسناک رادیویی میسازه، کلی هم فالوور جذب کرده و معروف شده. الان معروف شده ها؟ آره، اصلا معمولا توی اینایی که از این پادکست ها میسازن این یه جورایی پربازدید ترینه. عکسی چیزی ازش داری ببینمش؟ عکس که نه، برای میتونم یکی از این پادکست ها رو برات بذارم. روش؟ فرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام، با من هم میداشین جناب سرگرد؟ بله. شما این دوست جناب سرگرد کیهان میشناسید؟ دوستشون؟ کدوم دوستشون؟ نادر مفتون، احتمالاً تو ادله دیدینش. بله. میخوام یه تحقیق کامل در موردش بکنید، ببینید کیه، کجا بوده، چیکار میکرده، چیکار میکنه. یعنی جناب سرگرد هم ازش خبردار نباشه؟ نه، به هرچی رسیدید فقط به خودم میگی. بله چشم. خیلی هم سریع این کار انجام بشه. حتما، با اجازتون. ممنون، خداحافظ. بله. سلام جناب سرهنگ، خانم معصومی پشت خطن. بس کنید. سلام جناب سرهنگ، روزتون بخیر باشه. سلام خانم معصومی، محیط کار چطوره؟ خدا رو شکر دست شما درد نکنه. جناب سرهنگ، من توی این چند روز یه تحقیق انجام دادم که میخواستم شما رو در جریان بگذارم. بسیار عالی، در خدمتم، بفرمایید. من نتیجه پرونده های 6 ماه گذشته رو که مطالعه می کردم به یک جدول آماری رسیدم که البته خیلی سندش جامع نیست. 30% این جرم ها ریشهشون برمیگرده به اتفاق ها و ناامنی هایی که توی کودکی توی خانواده هاشون تجربه کردن. بله، خیلی جالبه. فکر میکنم این تحقیق شما رو میشه با این نهادها و مراکزی که با خانواده ها در ارتباطن به اشتراک بذاریم. بله اتفاقا پیشنهاد من هم همینه که اونو از قالب تحقیق خارجش کنیم و بتونیم عملی ترش کنیم. ببینید جناب سرهنگ، انسان اگر توی دوره طلایی کودکیش، همون زمانی که شخصیتش شکل میگیره، اون رو خیلی خوب پشت سر بگذاره، ممکنه که هیچ وقت مرتکب جرم نشه. بسیار عالی، ممنون میشم یه نسخه از این تحقیق رو برام بفرستید. سر بله حتما، من به زودی برای شما یک نسخه ارسال میکنم. ممنونم، خدا نگهدار. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
نه. خوب نگاه کن. نه. قبلا گفتی شاید دیده باشی. خب شاید اشتباه کردم. الان شاید داری اشتباه میکنی. اون بچه ها تو کارگاه تو چی کار میکردن؟ کار؟ چه کاری؟ بیشتر بسته‌بندی. به کندوام سر میزدن. از این کارا. میدونستن شما اونجا چی کار میکنی؟ تا وقتی بچه بودن نه. بزرگ میشدن چی؟ خب میومدن تو کار اصلی. شما اونجا کندو هم داشتین؟ اصلا می ساختیم. مواد رو تو اصل جاساز می کردیم. فکر می کنی رئیستون رو کی کشته؟ نمی دونم. کلن فروختنمون. کی؟ حدسم نمی زنی؟ نه. قبلا دروغ گفتی؟ فقط شنیدم دو تا باند دیگه هم مثل ما فروختن. اگه راستشو میگفتی شاید میتونستم یک کاری برات بکنم. چه کاری؟ هر کاری. نمیدونم. میشه اون عکس رو یه بار دیگه ببینم؟ آره. چی شد؟ نمیخواست حرف بزنه. میخوای زنگ بزنیم با سرهنگ مشورت کنیم؟ نه هنوز شخصی تر از اون صحبت هاست که بخوام با کسی در میون بذارم. چیکار کنیم پس؟ یه زنگ بزن آمار بگیر به این پروندهش کجا از هستی کیه میتونیم ببینیمش. گوشیم تو ماشین. پرونده دست سرهنگ مظفریه. خودش الان اینجا بود؟ نه رفته سوله. سوله چرا؟ نمیدونم. ببین به جمعی میتونیم اونجا ببینیم اشها. داره میره کارگاه باتری سازی. بشمون بلدی کجاست؟ آره. سرنگ. سلام. سلام. خسته نباشید. مخلصم. خسته نباشید. متشکر. ممنون. چه خبر؟ رئیسشون کشته شده. چند تا از اعضای باندم گرفتیم. نفهمیدین کی رئیس این سه تا باندو کشته؟ نه. خودمونم دنبالشیم. ولی ظاهرا درگیری داخلی بوده. اینجا بچه هم بوده. آره؟ آره چند تا بچه بی سرپرست بودن. کارای کوچیک میکردن. بسته بندی و اینجور کارا با اونا بوده. کجا الان؟ چی شده افتادی دنبال این پرونده؟
راستش یه مورد گمشده‌ای داریم که حدس میزنیم بین این بچه ها باشه. این بچه ها همشون یه جوری گم شدن. پدر و مادر مشخصی ندارن، سرپرستشون معلوم نیست. ما فکر میکنیم که شاید با پیدا شدن این بچه بتونیم یکی از پرونده هامون رو حل کنیم. یعنی یه پدر و مادر مشخص اومدن طرح شکایت کردن براش؟ نه، پدر هنوز هویت مشخصی نداره. من که متوجه نشدم چی گفتی، ولی اگه نمیخوای جزئیات پرونده رو بگی هیچ اصراری نیست. نه، راستش رو بخواید خیلی از جزئیات این پرونده هنوز برای خود ما روشن نشده. به هر حال بزرگترها رو فرستادیم کانون اصلاح تربیت، کوچیکترام میرن بهزیستی. کدوم بهزیستی؟ نمیدونم، باید از اداره بپرسی. برو سراغ رسولی بگو من فرستادمت. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ. نه خودشه.